سلام تماشو بینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 24 نویبر تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیش کش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبری مهم روز در این برنامه. یک ساکن خرمگان پرچم دولتی را در فراز یک کوی بلند چسبانیده است. شخصیت دختری که خود را به دریای دوشنبه پرتافت معاین کرده شد. تاجیکستان را به نشست رهبران کشورهای دموکراتی دعوت نکردند. جاوید ظریپوف از تاجیکستان یکی از سه دندانپزشک بهترین روسیه اعتراف شد. پوتین طبیب تاجیک سورایو عبدالویو را با اردن پیراگوف سرفراز گرداند. کشور عروسهای خردسال در افغانستان دختران 7-8 ساله را با نرخ یک ماشین کهنه می فروشند. زمین‌لرزه چورباله در نزدیکی راغون. حبس پولچینک خدسیر رقم 45 برای دغلی نسبت به یک زن. و اکنون تفصیلات خبرها. روز 22 نویبر در عرفه روز پرچم فوزی رجبوف یک ساکن جوان دیهه خرنگان نویه ورزوب پرچم دولتی تاجیکستان را در یکی از کوههای خرنگان بلو چسبانیده است. این پرچم اینک چند روز باز بر فراز آن کوی بلند پرافشانی دارد و ساکنان خرنگان بعد این عمل فوزل رجبوف آن کو را کوی بیرق نام گذاشتند. یک ساکن خرنگان به سامونه بامداد گفت آن کو را قبلا کوی گذر کلها مینامیدند، چون که در بالای محله جایگیر شده است که موی سر بسیاری از مردانش به علت نامعلوم زود میریزد. فوزل رجبوف مثل اکثر امدیهگانش مهاجر کوری است. ساکنان خرنگان اکثرا در شهر سنگ پیتربورگ در شرکت پتروویچ که یک شبکه مغازه های فروش مساله ساختمانی را میچرخوند کار میکنند. فوزل رجبوف هم هر سال برای مردکاری به پیتربورگ به شرکت پتروویچ میرفت و از حساب پول مردکاری جمع آوردهش اخیرا چند سر گوسفند خریده چاروادوری هم میکند و به این دلیل زود زود از پیتربورگ به وطن میرود. روز 22 نویبر نیز فوزل وقت مولبونیش بیرق را بر فراز آن کوی بلند نصب کرده است. 24 نویبر روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان است. بعد اعلان استقلال تاجیکستان در سنه 9 سپتامبر سال 1991 در کشور برای تهیه پرچم و نشان دولتی آزمون اعلان شده بود. کمیسیه دولتی در نهایت از بین بیش از 200 طرح پرچم و نشان به حیث پرچم دولتی طرح با سه خط رنگه سرخ، سفید و سبز و تاج و هفت ستاره لوحیه تهیه نموده گروه رسامان با رهبری رسام خلقی تاجیکستان ظهور عبیب‌اللهیف را پذیرفت. 24 نویبر سال 1992 در مجلس 16 شورای عالی تاجیکستان این پرچم همچون پرچم دولتی تاجیکستان پذیرفته شد. پرس تیجی با تکیه به معلومات مقامات میلیسیه شهر دوشنبه خبر داد که مقامات شخصیت دختری را که صبح 23 نویبر خود را از بالای پول تکستیل به دریا پرتافت معاین کردند. در نتیجه تفتیشات معلوم کرده شد که جوان دختری که قصد خودکشی کرد 17 سال داشته، ساکن شهر وحدت می باشد و بیماری روحی دارد. گفته می شود که با سبب خروج گرفتن بیماریش خودش را از بالای پول دریای دوشنبه واقع در کوچه سعدی شیرازی به دریا پرتافته است. عین حال وضع سلامتی دختر خوب ارزیابی گردیده، برای گذرانیدن تشخیص های طبی به بیمارخانه قریه بالو دسترس گردیده و تحت نظارت طبیبان قرار دارد. خبر داده است نشریه. یادآور می شویم سامانه پرس تیجی روز 23 نویبر با نشر یک ویدیو از جای اودیسا خبر داد که ساعت 2:15 یک دختر خود را از بالای پول بین چوبخانه شرق آزاد و کارخانه نساجی به دریای دوشنبه پرتافت، ولی سفرعلی غایبوف نام ساکن پایتخت که خانهشان در نزدیکی طرفخانه فریل جایگیر شده است خود را به دریا اندوخته توانست که این دختر را زنده به بیرون بیارد و از خودکشی نجات دهد. هر سال در تاجیکستان بیش از 600 حالت خودکشی و قصد خودکشی ثبت می شود. اکثر آنهایی را که قصد جان خود می کنند زنان و دختران تشکیل می دهند. مشکلات زندگی و مناقشه های اویلوی یک سبب عمده خودکشی ها در تاجیکستان شمرده می شود. طبیب زاده تاجیکستان جاوید ظریپوف در سبقت بهترین استوماتولوگ ها یا دندانپزشکای روسیه که پایگاه طبی پرادکتروف برگزار کرد، از بین 168 داوطلب یکی از 3 نفری بود که
سازوار گرانپری یو شو جایزه شد. جاوید در فیسبوک نوشت که این پیروزی را به پدرش اکبر ظریپوف، یکی از دندان پزشکان نامدار تاجیکستان میبخشد. سپاس به پدرم ظریپوف اکبر رحمانوویچ برای زحمت ها، برای تربیه و برای این کسب. این پیروزی را به پدرم میبخشم. این پیروزی شماست پدر عزیز و محبوبم، نوشت از جاوید ظریپوف. جاوید از سلوله دندان پزشکان بوده، سال 2014 رشته استوماتولوژی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا و سال 2015 اینترناتوره همین دانشگاه را ختم کرده است. اما جاوید میگوید تجربه بیش از 10 سال کار دندان پزشکی را دارد، چون که الکای از سال دوم تحصیل به پدرش همچون یاور کمک میرسند. جاوید ظریپوف بعد ختم تحصیل سالهای 2016-2017 در دوشنبه در شفاخانه مرمریان کار کرده، سال 2017 به روسیه کوچید. او سال اول در شفاخانه استوماتولوژی زوبوف در شهر کراسنویارسک کار کرده و از سال 2018 در شهر ولادیمیر در شفاخانه استوماتولوژی و کسمتولوژی لویانی همچون دندان پزشک به مردم خدمت میکند. جاوید ظریپوف سال 2020 نیز از جانب پایگاه پرادکتروف بهترین دندان پزشک ولایت ولادیمیر اعتراف شده بود. سالهای اخیر 100 نفر از طبیبان تاجک ترک تاجکستان کرده به کشورهای دیگر اساسا به روسیه کوچیدند. مقامات روسیه به این کشور کوچیدن متخصصان بلند تخصص به ویژه طبیبان را با ارائه امتیازهای زیاد تشویق میکنند، ولی برای کشورهای مثال تاجکستان ترک کشور کردن هر چنین متخصص تلفات سنگین است، بخصوص به ساحه طبی کشور که به این هم از کمبودی طبیبان ورزیده رنج می کشد. معمولا جای متخصصان حرفه‌ای را افراد کم تجربه و در اکثر وقت نچندان باسواد پر می کنند، که این باعث خیلی پایین رفتن سطح کسبی مؤسسه های تندرستی در تاجیکستان شده است. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین 60 طبیب از منطقه های گوناگون کشورش از جمله 9 طبیب از ولایت مسکو را برای نقش بزرگشان در محاربه با کرونا ویروس با اردن های پیراگوف و مدال های لوکا کریمسکی سرفراز گردانید. پوتین به این طبیبان برای فداکاری که در اجرای قرض کسبی نمایش دادند احسار سپاس کرد. در بین 3 طبیب از ولایت مسکو که سزاوار اردن پیراگوف شدند، یکی از طبیب زاده تاجیکستان عبدالویو سورایو محمدشایونه است. سورایو عبدالویو زاده ولایت مختار کوهستان بدخشان بوده، سال 1986 رشته پدیاتریه دانشکده طبی تاجیکستان و سال 1987 اردیناتور امین رشته در امین دانشکده ختم کرده است. او 35 سال تجربه کاری طبی دارد. سورایو عبدالویو مثل صدا طبیب دیگر تاجیک به روسیه کوچیده، حالا در بیمارستان مرکزی نویه شطور ولایت مسکو به حیث طبیب کودکان پدیاتر کار میکند. طبیب کودک کسب ساده نیست. آنها باید نه فقط بیمار را دقیق تشخیص کنند، بلکه به دل طفل بیمار را بیابند. عبدالویو و سورایو محمدشایونه متخصص با توجه است که به همه کودکان غمخوری ظاهر میکند. او در جای کارش محیط راحت مایو ساخته است و شما میتوانید بدون یکان ناراحتی از تشخیص گذارید. گفته میشود در معرفنامه این طبیب زاده تاجیکستان در سامانه های طبی روسیه ده ها نفر در زیر آن نوشتند که درستی این گفته ها را از تجربه خود تصدیق میکنند. اردن پیراگوف تازه 19 ایون سال 2020 بعد پندیمی کرونا ویروس تاسیس و به شرف نیکلای پیراگوف طبیب و جراح شورتیار روس نامگذاری شده است. این اردن برای فداکاری در طبابت مردم در شرایط حالت های فوق‌العاده، اپیدمی ها، شرایط جنگ و دیگر حالت ها همراه با خطر به زندگی طبیبان داده می شود. در برخی حالت ها شهروندان خارجی نیز برای کارنمایی یا دستاورد های علمی در مؤسسه های طبی روسیه می توانند سزاوار اردن پیراگوف شوند. تماشابینان عزیز، یادآور می شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم. صبح 24 نوامبر ساعت 7:34 دقیقه یک زمین لرزه چهاربالی تاجیکستان را تکان داد. کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان خبر داد که مرکز زمین لرزه در 83 کیلومتری شمال و شرقی پایتخت شهر دوشنبه جایگیر شده. شدت زمین لرزه در مرکزش طبق جدول ریختر 4 بال و در شهر روغون
سه بالرو تشکیل داده است. بر اثر این آفت طبیعی یگان تلفات جانی یا مالی به قید گرفته نشده است. گفته می شود در خبر کمیته اولتوی فوق‌العاده مرکزهای بین المللی زلزله نگاری خبر دادند که مرکز زمین لرزه اخیر در منطقه آبگرم وادی رشت جایگیر شده، زمین در عمق 10 کیلومتر لرزیده است و شدت زمین لرزه در مرکزش طبق جدول ریختر 4.2 بال را تشکیل داده است. تاجیکستان در یک منطقه زلزله خیز قاره آسیا جایگیر شده، هر سال در قلمروش صدها زمین جنبی ثبت می شوند. از جمله مرکزهای زلزله نگاری تنها در یک هفته اخیر در تاجیکستان سه زمین لرزه شدتش طبق جدول ریختر 1.5 بال زیاد در یک ماه اخیر 14 چنین زمین لرزه و در سال اخیر 192 زمین لرزه را ثبت کردند. یادآور می شویم دوم ایول سال جاری بر اثر زمین لرزه در وادی رشت 5 ساکن نویه توجیک آباد به هلاکت رسیده، در این نویه و نویه رشت بیش از 200 خانه خراب شدند. دپارتمنت دولتی امریکا روی خط 110 کشوری را نشر کرد که رهبرانش به نشست سران کشورهای دموکراتی دعوت شدند. این نشست که بار اول با تشبس رئیس جمهور امریکا جو بایدن دعوت شده است، قرار است روزهای نهم دوم دکمبر سال جاری در عرفه روز جهانی حقوق انسان در کاخ سفید در رژیم آنلاین دایر می شود. از بین کشورهای سابق اتحاد شوروی به این نشست اوکراین، ارمنستان، گرجستان، مولدوا، لیتوا، لاتویا و استونیا دعوت شدند، ولی واشنگتن به این امویش روسیه، بیلاروس، آذربایجان و همه پنج کشور آسیای مرکزی تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و حتی قرغزستان را که جزیره دموکراسی در این منطقه نامبر می شود دعوت نکرده است. در بین کشورهایی که برای اشتراک در نشست واشنگتن دعوت نگرفتند همچنین خطای و ترکیه هم هستند. از بین کشورهای عضو اتحاد اروپا تنها ونگریه که حکومت ملتگرایش را به عقب رفتن از ارزش‌های دموکراتی عیبدار می‌کنند به نشست دموکراتیا دعوت نشده است. ماه آگوست اعلان شده بود که جو بایدن روزهای نهم دوم دکمبر نشست رهبران کشورهای دموکراتی دنیا را برگزار می‌کند. کاخ سفید گفت این نشست تشبث‌ها و تعهدات در سه موضوع اساسی را بررسی و تشویق می‌کند: دفاع از خودکامگی، مبارزه با کرپسیا و مساعدت به احترام حقوق انسان. برگزاری این نشست تلاش برای اجرای وعده جو بایدن است که گفت حمایت از حقوق و آزادی های دموکراتیا را در سیاست خارجی امریکا قرار خواهد داد. به نشست همچنین نمایندگان جامعه شهروندی و بخش خصوصی نیز دعوت کرده می شوند. بایدن عزم دارد یک سال بعد نشست دوم رهبران کشورهای دموکراتیا را برگزار کرده، در آن با اتفاق سران کشورها از پیشرفت‌های به دست آمده نتیجه گیری و راه‌های پیشرفت‌های بعدی را معین کند. بعد خروج نیروهای آمریکا و به قدرت رسیدن طالبان، اقتصاد افغانستان دچار بحران سخت شده است. میلیاردها دلار پول‌های دولت در بانک‌های خارجی مسدود شده، ارائه قسم زیاد کمک‌های بین‌المللی به افغانستان قطع شد، کارخانه و مؤسسه‌های زیادی از فعالیت باز ماند و میلیون ها نفر جای کار و منبع درآمد خود را از دست دادند. به حساب سازمان ملل تا میانه سال 2022 90% اویله ها در افغانستان می توانند در زیر خط فقر قرار بگیرند. به بالای این خشکسالی تابستان گذشته ضرب شده و این همه باعث شد که نرخ خوراکواری در بازارهای افغانستان به شدت بالا برود و میلیون ها نفر در این کشور جنگ زده عملا در پیشروی تهدید گرسنگی قرار گرفتند. بنیاد کودکان سازمان ملل یونیسف میگوید در چنین شرایط والدین افغان هرچه بیشتر ذخیره استراتژی اویلههایشان دختران خود را استفاده میکنند. عملا آنها به خاطر پرداز قرضهای خود و نجات فرزندان دیگرشان از چنگ گرسنگی دختران خود را به فروش میگذارند. حامیان حقوق زن در افغانستان پیش بینی میکنند که در یک یا دو سال آینده الکی نصف دختران افغان را مجبورن تا رسیدن به سن 18 به شفر خواهند داد. بلک نوت رو می نویسد که نرخ میانه عروسان سنشون از 13 تا 15 ساله حدود 1500 دلار است. چون این پول را به والدان این عروسان خردسال یا جنگیان می توانند بگیرند و یا مردان برکمال به سن از همسران آینده خود چند مرتبه کلانسالتر. در دیهات افغانستان عروسان خردسال را با نرخ باز هم ارزانتر تا 500 دلار می فروشند.
نکاح با دختران خردسال در افغانستان تا آمدن طالبان هم رایج بود، ولی حال و سن عروسان به شدت پایین می رود و علکه موردهای در زیر سن 10 به شوهر دادن دختران تا رفت می افزاید. پدران بسیار وقت خودشان در بین مردم اعلان می کنند که دخترشان را در عوض پول به شوهر می گیرند و نرخشان را هم اعلان می کنند. در بین حادثه هایی که در باره شان تا به یونسکو خبر رسیده است، موردهای است که کودکان 8 ساله را در روستاها در عوض حدود 1500 دلار و دختران 7 ساله را در عوض تا 3000 دلار فروختند. اکثر دامادها و عملا خریداران این عروسان کودک مردهای سنشان از 45 تا 55 بودند. برخی والدانی که کودکان خود را فروختن نمی توانند ولی از عهده تامین غذای آنها هم نمی برایند، طفلان خود را در مسجدها می گذارند و برای اکثر آنها سپس در بین یک یا دو روز شوهر پیدا می کنند. یونیسف برنامه های امدادی را برا می اندازد تا خطر گرسنگی و نکاح ها با کودکان خردسال را در افغانستان کاهش دهد. نمایندگان سازمان ملل می خواهند رهبران با نفوذ مذهبی را متقاعد سازند که تا عقد نکاح با کودکان را منع کنند، ولی طالبان می گویند که تنها قانون های شریعت را می پذیرند و طبق شریعت نکاح از سن 9 برای دختران اجازه داده شده است. نکاح با دختران خردسال در دیگر کشورهای مسلمانی نیز مشاهده می شود. برخی از این عروسان خردسال یا فرار می کنند و یا دست به جان خود می زنند تا به مرد سال خورده ای که والدان به حیث داماد انتخاب کردند ازدواج نکند. ولی حالتهای دیگری نیز هست. برای مثال در ترکیه یک دختر از ولایت عرفا که او را به یک مرد از خودش 20 سال کلان سالتر در عوض 4600 دلار به شوهر دادند توانست از فرار کند و با پلیس شکایت برد. پلیس نکاح این کودک را بیکار کرد. اما از همه نمونه برجسته البته نجود نام دختر از یمن بود که در سن 10 او را با یک مرد از خودش 20 سال کلانتر به شوهر دادند. نجود با عذاب و شکنجه در خانه شوهر که او را از پایتخت شهر سنا به یک دهه برده بود توب نوبرده و وقتی که برای عیادت والدانش به سنا آمد پنهانی به دادگاه رفته و طلب طلاق کرد. دادگاه بعد 2 روز طلاق نجود را از شوهرش گرفت. نجود بعد این قضیه مشهور شد و مجله امریکایی گلامور سال 2008 او را زن سال انتخاب کرد. نجود کتاب خاطره‌اش را با نام من نجود، من 10 سال دارم و علکی از شوهرم جدا شدم نشر کرد. نجود سال 2014 دوباره و این دفعه به شخصی که خودش انتخاب کرد ازدواج کرد و سال 2017 دوگانگ به دنیا آورد. بعد این در یمن شماره عروسان خردسالی که طلب طلاق کردند افزود و از جمله در سنا دو کودک 9 و 12 ساله توانستند از شوهران پیرانسال خود طلاق بگیرند. همین طور سال 2009 در عربستان سعودی یک دختر 9 ساله که او را مجبوراً به یک پیرمرد 60 ساله به شوهر داده بودند نیز توسط دادگاه توانست طلاق بگیرد. به حساب سازمان ملل در هر 7 ثانیه در دنیا حداقل یک دختر زیر سن 15 به نکاح با مردان از آنها خیلی کلان سالتر مجبور کرده می شوند. تا 20% چنین نکاح ها با دختران زیر سن 12 صورت می گیرد. چنین نکاح ها در نیجریه، سمالی، افریقای مرکزی، هندوستان، پاکستان، یمن و افغانستان بیشتر مشاهده می شود. بلک نوت رو می نویسد از بین کشورهای اتحاد شوروی برای مثال در تاجیکستان حدود 1000 عقد نکاح با دختران زیر سن 18 ثبت شده است. این نکاح ها البته نه از طریق زکس بلکه اساساً توسط نکاح های مسلمانی بسته می شوند. به فرق از یمن یا پاکستان سن عروسان خردسال در تاجیکستان از 14 تا 16 ساله را تشکیل می دهد. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه های نخوش روز. مرکز مطبوعات ملیسه شهر دوشنبه خبر داد که پولچینک خدسیر رقم 45 برای تغییر یک زن مسافر به 5 شبانه روز عبس معموری محکوم شده است. بنابراین منبع یک زن ساکن پایتخت با ارسال رسم ماشین تنگه مرسدس سپرینتر رقم های قید دولتیش 9538 301 خدسیر رقم 45 از مقامات ملیسه خواسته است که نسبت به پولچینک این واسطه نقلیات چاره های دخلدار قانونی اندیشیده شود. به اطلاع مراجعت کننده ضمن قرار داشتنش در ایستگاه آخرین خدسیر رقم 45 پولچینک نسبت به او دغلانه رفتار نموده او را در نزد دیگر رانندگان و شهروندان مورد دشنام و حقارت های قبیح قرار داده
شان و شرفش رو در نزد جمعیت پس زده است. رئیس وزارت وزارت کورای داخلی دوشنبه گفت در دایره سنجش معین کرده شد که پولچینک افتماشین مذکور شهروند امامقلوف محمد رسول سال تولدش 1982 استقامت کننده نویه رودکی شهرک سامانیان بوده، عمل صادر نمودهش را تصدیق و از کردار ضد حقوقی صادر نمودهش اظهار پشیمانی نمود. وابسته به این حالت نسبت به پولچینک امامقلوف پروتکل حقوق ویرانکنی ماموری ترتیب داده شده، در اساس قرار دادگاه نسبتش جزا در نمود حبس ماموری به مهلت 5 شبانه روز تعیین کرده شد. ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه میگوید نوابسته از شورای اندیشیده شده مقامات ملیت شهر دوشنبه جهت به نظام نمونوی مطابق نمودن خدمت رسانی نقلیاتی مسافرکشان جمعیتی و از بین بردن دغل رفتاری و کردارهای ضد حقوقی رانندگان و پولچینک‌های خط‌سیرها متاسفانه بوس همه روزه مسافران زیاد از بدرفتاری و طرز نادرست خدمت رسانی چنین رانندگان و پولچینک‌ها به مقامات ملیسه پایتخت شکایت میکنند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که به شعبه وزارت کارهای داخلی دوی در نوای فردوسی با عریضه مرد 53 ساله ساکن نوای رودکی مراجعت نموده است که اولهای ماه دکبر سال 2020 مرد 44 ساله ساکن جماعت ایسار شهر ایسار در نزد بنای سیرک دولتی بارای فریب به باوریش در آمده از او 206 هزار سومانی گرفته وعده داده است که از نزد بنای نفساخته شده واقع در نزد بنای سیرک خانه دو حجرگی گرفته میدید، اما تا حال او را فریب داده مبلغ‌های به دست آورده‌اش را به منفعت شخصیش صرف نموده است. اینچنین پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 3 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت مرد 33 ساله ساکن جماعت دیوات اونچی نویه باباجان غفوروف آغاز کرده شده است. نام برده به آن متهم می شود که ماه اپریل سال 2021 برای فریب به باوری مرد 36 ساله ساکن جماعت شهرک غفوروف نویه مذکور در آمده از او افتماشین شخصیش تمغه اوپل زفیر ارزشش 47 هزار سومانی را به اجاره گرفته آن را فروخته است و پولش را به احتیاجات خود صرف نموده است. از روی این حدیثه ها تفتیشات ادامه دارد. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه گفت با مقصد تقویت همکاری ملیت با اهالی جهت پیشگیری و مبارزه بر ضد همه گونه کردارهای ضد حقوقی آزمون اعلان میکند. گفته میشود برای اشتراک در آزمون خواهشمندان میتوانند دلخواه کردار ضد حقوقی حقوق ویرانکنی و حادثه های جنایتی از قبیل بنوقشه، بی‌ترتیبی، آزار لفظی و پس زدن شان و شرف انسان، ویران کردن قویده های حرکت را و دیگر ترتیبات مقرر نموده شهرداری را رسم و یا بنوار گرفته توسط میسنجر های واتساب، وایبر، ایمو و تلگرام با نوشتجات برای آزمون برقم 992-551-12-0202 و به سراغه الکترونی ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه ارسال کنند. ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه گفت مخفی بودن شخصیت اشتراکچیان آزمون کفالت داده شده، برای غالبان سه جای اول جایزه های پولی مقرر گردیده است. از جمله برای جای اول 5000 سومانی، برای جای دوم 3000 سومانی، برای جای سوم 2000 سومانی. بر اساس اطلاعیه رسمی همه مواد برای آزمون پیشنهاد گردیده از جانب کمیسیه باصلاحیت مورد تحلیل و بررسی و بهاگذاری قرار داده شده، به عکس و نوارهای برتری داده می شود که خصوصیت پیشگیری کننده و آشکارنمایی جنایت های وزنین و مخصوصا وزنین داشته باشند. مهلت قبول موادها برای آزمون تا 25 دکبر سال 2021 بوده، غالبان را در عرفه سال نو میلادی با مبلغ های پولی و دیگر مکافات ها قدردانی خواهند کرد. ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه گفت نام غالبان آزمون در مطبوعات تنها در صورت روزگی خود آنها نشر خواهد شد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نموید. www.bomdad.com خوش باشید.